iOS 18 نسخه پابلیک بتا که میدونین اومده، اما اینکه نصبش کنیم یا نه، حالا من 2 روزه دارم باش کار میکنم. ببین، نسبت به نسخه های دیولوپر بتایی که بود خیلی کم باگه، گوشی دیگه خنک کار میکنه، مصرف باتریش نرمال شده، همه چی به حالت طبیعی برگشته تقریبا، یعنی اونجوری نیست که یه بند عذاب و اذیت باشه. اما همچنان نسخه بتاست، یعنی ممکنه یهو به یه باگی بخوره، به یه باگی 1 در 1000 بخوره، یا اگه آیفون 11 پروها چند نفر نصب کردن مثل من و مشکل نداشتن، دلیل نمیشه که کلن مشکل نداشته باشه، ممکنه به مشکل بخورین. در کل ببین، اگه دنبال اینی که مطمئن باشی که حتما گوشیت اوکیه، هیچ مشکلی نمیخوری، باید صبر کنی iOS نسخه اصلی بیاد. ولی اگه گوشی اضافه داری، یه وقت لاکار موندی، بیگوشی نمیشی، میشه نصبش کرد. خیلی بهتر از دیولوپر بتاست و اسمش هم همینه، پابلیک بتا. کسایی که میخوان چیزای جدیدتر رو تجربه کنن، چیز نیومده رو تجربه کنن، و عمومی هم هست، یعنی لازم نیست توسعه دهنده باشی. اما اگه کلن اکانتی ندارین برای دریافت بتا، چون الان با اکانته، لینکشو میذارم زیر ویدیو، شما میتونین وارد چین، میانید توی همچین صفحه ای و اینجا ساین اپ رو میزنین. ساین اپ رو که زدین، همون اپل آیدی که تو آیکلود گوشیتون ازش استفاده میکنین، یا آیپد یا مک، فرق نمیکنه، همش همینه. اینجا اپل آیدیتون رو وارد میکنین، پسورد رو وارد میکنین و تمام، کار خاصی نداره. اینکه اپل آیدی شما اینجا الان ثبت میشه، باعث میشه که وقتی میایید تو سیتینگ، جنرال، سافتور آپدیت، پایین اتوماتیک آپدیت، این گزینه بتا آپدیت هم براتون بیاد و روش میزنیم، میذاریم روی پابلیک بتا که احتمالاً تازه وارد شده باشین آفه. اگه روی دیولوپر بتا هم هستین که بیاین همینجا اینو بذارین رو پابلیک بتا و برگردین. راجبه نسخه دیولوپر بتا 3 یه نکته جالبی بود. ببین، 3 نسخه دیولوپر بتا اومد، بعد یه آپدیت برای دیولوپر بتا 3 اومد، یعنی کدم نداره بگیم مثلا 18.3.1 یا 18.3.0.1 همچین چیزایی، همش اسمش iOS 18. ولی خب دیولوپر بتا 3 یه آپدیت داشت که کد ساختش دقیقاً با کد ساخت پابلیک بتایی که الان هستش یکیه و همون ورژن ظاهرن. اگه رو دیولوپر بتا هم هستین، حتما اینو آپدیت کنید به آپدیت دیولوپر بتا 3. هیچ تغییری نکرده، حتی تغییری ریز داشته ها. مثلا اینجا میخواستیم تو ایموجی چیز کنیم، یه چیزی بغل اضافه شده بود که اون حذف شده، حالا خیلی هم چیز مهمی نیست. تغییرهای مختلف داره، یه سری قابلیت ها رو به خصوص رو دیولوپر بتا ما میبینیم که ممکنه اصلا اینجا نیاد رو iOS، میاد و میره، میاد و میره، 2 سال بعد ممکنه بیاد رو iOS مثلا 20 ببینیمش. یه همچنان حالتایی هم هستش، یعنی نمیشه روش حساب کرد خیلی. یه نکته دیگه هم داره که اگه از من میخواین که من بهتون بگم نصب بکنید، من اینو نمیگم اصلا، یعنی که فردا مسئولیتش هم با من نباشه. حالا درسته جای دادگاهی تشکیل نمیشه واسه این داستان، ولی مسئولیت اخلاقیش حداقل با من نیست که فردا بخوای یقه منو بگیری بگی تو گفتی نصب کن و فلان. من همچنان میگم اگه داستانی دارین نصب نکنین، اگه دستگاه اضافه دارین به مسئولیت خودتون، به مسئولیت اپل، چون همین بتا نصب کردن هم مثل اینکه از گارانتی خارج میکنه، اگه خارج از ایران نیست، خارج از ایران هستین برای خود اپل، و باید iOS نرمال روش باشه، یعنی همین الان به مشکل بخوریم رو بتا نمیتونیم رو ببریم بدیم اپل و مجانی برامون درست کنه. یه سری این داستانای حقوقی هم داره، مسئولیت پذیری داره، که من هیچ مسئولیتی قبول نمیکنم، به مسئولیت خودتون باید نصب کنین و ممکنه یه بلایی هم سر گوشیتون بیاد دیگه، ولی نسبت به بقیه 18 و اینا اوکیه، داره درست کار میکنه. اپای بانکی من استفاده نمیکنم، اونایی که بعد نصب کنیم، من فقط از وب اپلیکیشن استفاده میکنم و بانکی که وب اپلیکیشن نداره اصلا با اون بانک کار نمیکنم، و اونایی که وب اپلیکیشن دارن اوکی داره کار میکنه دیگه، مثلا اسنپ از
وب اپلیکیشنش استفاده میکنم اوکی داره کار میکنه و دارم استفاده میکنم. رو دیولوپر بتا هم اوکی بود، حتی بقیه اپ هم به مشکل خاصی نخوردم، همه چی مثل iOS قبل تقریبا داره کار میکنه و باگ اونجوری ندیدم. اما اینکه کلا بگیم بی باگ شده و برطرف شده، نه نشده. مثلا همین الان میام تو کنترل سنتر و مثلا میخوام یه چیزی رو تغییر بدم، یه چیزی اضافه کنم، قشنگ همون گیج بازیاشو داره کاملا، نمیخوای تغییرش بدی، جا به جا کنی، همه چیت به هم میرزه. واقعا دلم نمیخواد این بالایی ها رو به هم بریزم، چون به سختی اینا رو تازه فیکس کردم و درستم نتونستم فیکسش کنم. مثلا این چراغ قوه رو خیلی زور زدم بیارم اینجا، ولی عملا نمیشه. میبینی این خیلی باگ داره، خیلی باگ داره. یا مثلا یه چیز دیگهش، صفحه هومو که میبینی انگشتمون رو میذاریم یه جای خالیش و میایم کاستومایز، اینا رو میتونیم تیره کنیم. ببینید آیکونا همه تیره شد، میتونیم هم روشنش کنیم، میتونیم هم بهش بگیم اتومات باش. خب بعد این اتومات کلن یه خط در میون کار میکنه، یعنی الان گوشی رفت تو دارک مود، یعنی سیاه شد، اینا سیاهه، از دارک مود در میاری همچنان سیاهه، با اینکه این اتوماتیک باید نسبت به تم گوشی تغییر کنه. یه چیز دیگه هم که اینجا اضافه شده این علامت نور است که وقتی میزنیمش میبینیم بک‌گراند رو یه ذره تیره تر میکنه. امیدوارم معلوم باشه تو ویدیو. یا مثلا یه باگ دیگه اش، برمیگردی تو سیتینگ یهو میبینی مثلا الان ما این توی این صفحه بودیم، تو صفحه آپدیت بودیم، یهو میریم اینو تو صفحه باتریه، میریم اینو تو وای فای، میریم اینو یه جای دیگه است. یعنی از این گیج بازی ها داره، کلن iOS استیبلی نیستش بخوای راحت استفاده کنی، غافلگیرت میکنه هر از گاهی. ولی خیلی مشکل حادی من توش ندیدم، گزارشی هم ندیدم که مشکل حادی داشته باشن آدمو باهاش، همین باگای خورده ریزه که داره دیگه. در کل همچنان باحال‌ترین قابلیتاش هنوز نیومده، اپل اینتلیجنس هنوز نیومده، حتی برای آیفون های 15 پرو قراره بیاد که هنوز نیومده. قشنگ میبینیم ما رد پای هوش مصنوعی تو خیلی چیزاش میبینیم، تو اپ فوتو، تو خیلی کارا، تو یه سری ریزه کاری ها میبینی خیلی باهوشتر شده آیفون، ولی خود اپل اینتلیجنس، اون سیری جدید که علامت بی نهایت داره، اون نیست. هنوز سیری قدیمیه و اپل اینتلیجنس روش نیست، قابلیت باحال اصلیه نیست. همچنان خورد خورد چهار تا قابلیت داره بهش اضافه میشه تا برسیم به سپتامبر، آیفون های 16 معرفی میشن، بعدش iOS 18 میاد و اصل قابلیت های باحال و هیجان انگیزش هم قراره رو آیفون های 16 و 15 پرو، 15 پرو مکس فقط فعال بشه حداقل فعلا. حالا بعدها SE هم میگن که میاد واسه سال بعد، که اون SE هم مثلا اپل اینتلیجنس رو ساپورت میکنه. حالا باید ببینیم چی میشه دیگه، ولی اوکیه، من باگ آنچنانی ندیدم و اگه میخواین نصب کنین بد نیست، ولی باز پیشنهادش نمیکنم. به مسئولیت خودتون باید اینو نصب کنین. در نهایت ما به مسئولیت خودمون هم داریم زندگی میکنیم، نمیتونم من یه اشتباهی بکنم یا یه مسیری رو برم یا بلای اتفاقی سرم بیاد برم یا یکی دیگر رو بگیرم که تو گفتی این بر مثلا سرسبز باحاله، تو رفتی دیگه و مسئولیت خودت هم رفتی. حالا من اون گفته مثلا چی بیاد تاوان بده، بیاد گوشی بگیره واسه چی کار کنه؟ عملا کاری هم نمیشه کرد، فقط سردرد از خودمون و دیگران درست میکنیم با نپذیرفتن مسئولیت کار خودمون. پس با مسئولیت خودتون اگه دوست داشتین نصب کنین جالبه.